لطفاً در صورت تمایل ویدیو رو لایک کنین و کامنت بذارین تا به بهتر دیده شدن این اخبار کمک کنید. سپاس. دکتر علیرضا شجاعی معاون وزیر اسبق سمت گفته 10 سال پیش یعنی در سال 1390 حدود 44 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم. در پایان سال گذشته میزان صادرات غیر نفتی ما به 35 میلیارد دلار رسیده. حتی دلار 30000 تومانی هم نتونست رقم صادرات غیر نفتی رو افزایش بده. ما میگیم که چین میاد ارز خودش رو یه خود بالا پایین میکنه، مثلا ارزش پولیش رو بالا پایین میکنه، یهو حجم صادراتش میره بالا. مثلا بعضیا میگن آقا چون الان ارز گرون شد، یادتون هست بعضی مثلا مدافعی بودن که آقا چون ارز گرون شده خیلی صادرات ما رشد میکنه. خب الان دیدیم دیگه اتفاق ارز شد نمیدونم 20000 تومان 30000 تومان، ولی اتفاق خاصی توی چیز در واقع شما اثر اون رو نمیبینی که این همه تغییرات داشته. و این در حالیه که آمار فروش نفت ایران به چین محرمانه شد. مدت زیادیه که آمار فروش نفت ایران جزو داده‌های محرمانه است که مقامات ایرانی از منتشر کردن اون خودداری میکنن. با این حال هر از چند گاهی وبسایت‌های خارجی آماری منتشر میکنن و شایعاتی در فضای مجازی دهان به دهان میچرخه. حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفته نفت جزو اخبار محرمانه و مربوط به دور زدن تحریمه و هیچ آمار مشخصی وجود نداره، اما شایعات فضای مجازی صحت ندارن. فروش نفت ما به چین در حال حاضر روال عادی نداره، اما این اتفاق جدیدی نیست و در این 3 سال هیچ وقت روال عادی نداشته. اگر مشکل تحریم ها حل بشه، مشکل فروش نفت ما به چین هم به خودی خود رفع میشه. ما قبلا تا 800 هزار بشکه هم به چین فروختیم. عده ای ادعا میکنن که چینی ها قصد خرید نفت از ایران رو ندارن، اما این خبر کذب محضه. رویترز در آخرین گزارش خود از فروش نفت به چین ادعا کرده بود در ماه مارچ نزدیک به 1 میلیون بشکه نفت در روز به چین فروخته شد و فقط 650 هزار بشکه از میزان فروش نفت در ماه مارچ در 19 روز اول ماه به چین فرستاده شد. رسانه ملی کشور ما 24 ساعته آبلمه تبلیغ میکنه. نمیدونم سرویس 20 پارچه آگرین 10 پارچه فلان، وقتی که گوش کیلو 200000 تومان، برنج کیلو 40000 تومان، لپه کیلو 50000 تومان، نمیدونم لوبیا کیلو فلان قدر، این به چه دردی من میخوره؟ من توی میخوام مسئولین امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همواره در رسانه‌های خود بر قدرت و اقتدار خود تاکید میکنند. اونها صراحتاً نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو مقتدرترین و کارآمدترین نهاد امنیتی در منطقه معرفی میکنن. نمونه هایی از دستگیری و اخفال مخالفان رژیم در خارج از کشور و کشوندن اونها به داخل کشور و یا دستگیری شهروندان دو تابعیتی به اتهام جاسوسی و گرفتن اعتراف باب میل حاکمیت از بزرگترین مانورهای تبلیغی جمهوری اسلامیه که همگی در رسانه ها شاهد اون بودیم. نمونه هایی از جمله دستگیری روح الله زم و یا عبدالمالک ریگی و اعترافاتی که از اونها پخش شد و همچنین دستگیری نازنین زاغری با اتهام جاسوسی، به علاوه دستگیری معترضان خیابانی و اعتراف اجباری اونها به خط گرفتن از عوامل خارجی ضد رژیم، نمونه هایی هستند که جمهوری اسلامی سالهاست روی اونها مانور تبلیغاتی میده. این فعالیت ها فقط میتونن جنبه تبلیغی و استفاده داخلی داشته باشن. عمل کرده سازمان های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو در عرصه واقعیت بررسی کنیم، مسلماً در این زمینه پرسش های متعددی ذهنمون رو مشغول میکنه. چطور میشه که حکومتی که ادعای نفوذ و اقتدار نظامی و امنیتی در کل خاورمیانه داره، بلند مرتبه ترین سردار سپاه قدسش به راحتی ردگیری، کشف و کشته میشه؟ آیا نظامی که قدرت تامین امنیت فرمانده کل شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیش رو نداره،
میتونه در برهه‌های حساس امنیت مردم رو تامین کنه. نمونه دیگه که بارها تکرار شده اینه که جمهوری اسلامی در شهرهای تحت حکومت خودش شاهد ترور مقامات بلندپایه و عوامل هسته‌ای خود بوده و در پیشبینی و پیشگیری از این عملیات کاملا ناتوان بوده. چرا سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی نمیتونن از شناسایی این افراد توسط سرویس‌های جاسوسی خارجی جلوگیری کنن؟ یا چرا اونقدر از تامین امنیت جانی این افراد ناتوانند که در وسط شهر دو موتور سوار با چسباندن یک بمب کوچک به اتومبیل این افراد میتونن اونها رو ترور کنن؟ به علاوه از انفعال و ناتوانی سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی میتوان به بیرون آمدن فوق سری‌ترین اسناد و اطلاعات هسته‌ای اشاره کرد که برخی با همکاری کارکنان و ماموران همان بخش‌ها به دست سرویس‌های اطلاعاتی خارجی رسیده. هک شدن و نفوذ ویروس‌های مخرب به سیستم‌های نیروگاه‌های اتمی نشانه‌های دیگری هستند که چندین بار شاهد اون بودیم که علاوه بر لو رفتن اطلاعات با باعث از کار افتادن نیروگاه و یا انفجار در بخش‌هایی از اون شده. آیا اگر کشور در برابر تهدیدی واقعی همچون جنگ قرار بگیره، این نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قادر به حفظ امنیت مردم هستند؟ به این ترتیب سیستم امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی برخلاف ادعاهاش در رقابت اطلاعاتی و امنیتی با کشورهای رقیب در وضعیت انفعال و ضعف قرار داره. روز در ترپری روز در ترماشا من یک لیستی رو دیدم. نوشته بودن برای گرفتن بایندگان، برای عملیات بایندگان فقط یک قسمتش 138 جرده 1000 تایی فشنگ جرسه مصرف شده. کجا کدوم یکی از چیزها 138000 جرده فشنگ مصرف شده؟ اونا فقط جرسه 58 جرده برنو، 58000 تا برنو برای گرفتن بایندگان. دروغ میگی. و اما بدنه اصلی سپاه پاسداران که اکثرا مزدوران فلسطینی لبنانی بودند، از ابتدای شکل گیریش برای غارت مردم ایران پایه‌ریزی شده و در تمام اعتراضات مردم را بدون رحم به گلوله بستند. قسمتی از کلیپ سخنان فرمانده مفقود شده جنگ ایران و عراق، احمد متوسلیان، که دزدی‌های سپاه را برای مردم فاش میکنه. گفته میشه که به دنبال یک مأموریت در لبنان ناپدید شد. و اما او چرا به لبنان رفت؟ چرا کشته شد؟ و چرا این روزها تازه خبر کشته شدنش منتشر میشه؟ با گوش دادن به این سخنان شاید رمزگشایی در حل این مسئله صورت بگیره. من یکی میگم مردم، شما باید بخواید که بودجه سپاه در عرض ما برای چیا خرج شده. چطور سپاه پایگاه مردمی پیدا میکنه؟ به این ترتیب که حتی همه حساب ها برای مردم روشن بشه که آقا یک قرون داده شد مثلا اینقدر گوش خرید. من از شما میپرسم چرا باید سپاه اینجا ماهی 1,000,000 خورده یا 2,000,000 تومان خرج داشته باشه؟ کجا میره این پولا؟ ببینید برادر، من در لباس سپاه، با کارت سپاه، با همه چیز سپاه دارم به شما میگم که شما باید از سپاه دوزی بخواد. باید یک دقیقه که شما بپرسید چرا؟ این که شما نپرسیدید، شما ملت باقی در این مورد احساس مسئولیت نکردید تا به اینجا کشیده. داستان تازه داره جالب میشه. اتاق فکر ایران و روس در حال شکل گیریه. طالبان و پاکستان یا به خواسته همه شمول تن میدن یا اینکه روس و ایران به زودی وارد نبرد خواهند شد. تقریبا هر دو باطلاقی که آمریکا براشون درست کرده بود رو فهمیدن. چچنها روس رو و طالبان ایران رو تهدید میکنن.